بریم سراغ موضوع فلسطین. امروز 83 جلسه مانه. در سال 1996 دکتر عمر هاشم رئیس دانشگاه ازهر یه فتوا صادر میکنه، اینکه قدس شریف باید به دست مسلمانان بازگردانده بشه، واجبه، مثل هر سرزمین از مسلمانان که غصب شده. و ایشون میگه که قرآن کریم اهمیت قدس رو مشخص کرده وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو در شب اسراء از بیت المقدس، از مسجد الحرام به مسجد الاقصی، و بعد از اونجا به آسمان برده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. منزه است خداوندی که بندهاش را شبانه از مسجد الحرام به مسجد الأقصى برد، مسجد الأقصایی که ما ماحولش را مبارک قرار دادیم و ما بردیمش اونجا که لنریه من آیاتنا، تا آیات خود را بنده خود نشون بدیم. انه هو السمیع البصیر، همانا خداوند شنوا و بیناست. مسجد الاقصی به این نام نامیده شده، اقصی یعنی دور، به خاطر دوریش، به خاطر فاصلش بینش و بین مسجد الحرام، دورترین مسجد اهل مکه در زمین در اون وقت مسجد الاقصا بود و زیارتش هم سنته. و مقصود از برکت در این آیه هم برکت حسیه و هم برکت معنویه. برکت حسیه مادی اینکه خداوند این سرزمین و سرزمین سرسبزی قرار داده، درش جو هست، درش آب هست، درش کشاورزی هست. اما مهمتر از اون برکت معنویشه، اندر روحی، اندر دینی، برکه رهگذار صالحان بوده، انبیاء و مرسلین اونجا بودن، محل اسرای خاتم النبیینه. و در ماحول و مسجد الاقصا بسیاری از انبیاء و صالحان دفن شدن. و همطور که بارها عرض شده، مسجد الاقصایی که سه مسجدی است که میشه به عنوان سفر زیارتی بهش سفر کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد که لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. سفر زیارتی درست نیست جز به سه مسجد: مسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد الاقصى. مسجد الحرام این مسجد من، یعنی مسجد النبی، و مسجد الاقصى. و یعنی اصلا قصد سفر، سفر عبادتی جز بر این سه مسجد درست نیست. شما مثلا قصد میکنه که بری مشهد قبر امام رضا رو زیارت کنی، چون این قصدی درست نیست. اونجا نماز بخونی هیچ، چون قصدی درست نیست، چون نمازی هم درست نیست، بر اینکه محل شرک اونجا. و من اینو مثال میزنم تا بقیه کوچکتران با اولا باشه. و هیچ کدوم از صحابه، از تابعین، از اهل بیت برای زیارت قبرها سفر نکردند. و این خودش دروغ مدعیان تشیع، قالیان مدعی تشیع و بعضا تصوف رو روشن میکنه. و مسجد الاقصا بعد از مسجد الحرام به 40 سال بنا شده، همچنان که در حدیث صحیح اومده که ابو ذر میفرماید که من گفتم که ای رسول خدا، کدام مسجد در اول گذاشته شده؟ گفت که مسجد الحرام. گفتم بعدش چی؟ گفت که مسجد الاقصا. گفتم که فاصله بینشون چند سال بوده؟ فرمود که 40 سال. و اینما ادرکت الصلاة و صلی، هر جا که وقت نماز فرا رسید
نماز بکن، فهو مسجد، اونجا مسجده، این مخصوص این امته. یکی از ویژگی هایی که خداوند به امت اسلامی داده اینه که در هر جا میتونه نماز بکنه، برعکس یهود و نصارا. ولذا مسجد الاقصا مکان و موقعیت و اهمیت مهمی در اسلام داره، بلکه اولین قبله، سومین حرم. امام طبری در تاریخش نقل میکنه که از قتاده که مسلمانان همراه با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مکه که بودند به سوی بیت المقدس نماز میخوندند قبل از هجرت. هر دو رو در یک جهت قرار میده، هم خانه کعبه رو هم به طرف بیت المقدس. بعد از که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هجرت کرد دیگه این امکان نداشت، 16 ماه به طرف بیت المقدس نماز میخوند. این دلالت قاطع بر فضل بیت المقدس و مکانتش در نزد مسلمین داره. بگذاریم از اینکه سرزمین محشر، سرزمین نشر و حساب رستاخیز، از میمونه مولات رسول الله صلی الله علیه و آله روایته که گفتم که ای پیامبر خدا راجع بیت المقدس ما فتوا بده. فرمود که سرزمین محشره، سرزمین منشره، اونجا بروید نماز بخونید. فصلوا فیه، نماز در اونجا مثل 1000 نماز در غیر اونجا. و در روایت دیگر که صحیح تر از اینه 500 رکعت، 500 رکعت، یک رکعتش 500 رکعت. مسجد النبی 1000 رکعت، مسجد الحرام 100,000 رکعت. از ابن عباس روایت که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که اگه بخواهد قطعی بقعی بهشت رو نگاه کنه، بیت المقدس رو نگاه کنه، همین بیت المقدسی که امروز یهودیان جولانگاه خود قرار دادند و دریای خون راه انداختند. همیشه یهود و نصارا وقتی بر بیت المقدس مسلح شدن جز خون ریزی کاری نداشتند در طول تاریخ. در سرزمین قدس بیت المقدس بسیاری از صحابه و تابعین اونجا دفن شدند. و اگر خدای نکرده پای ایران منافق به اونجا برسه، با قبور صحابه در بیت المقدس همون کاری رو خواهد کرد که یهود نکرده، همین کاری رو که در عراق و در یهود مشغول زنده کشیه، ایران خامنه ای مشغول تخریب قبور مردگان در مردگان مشهور در شام و در عراق. و از جمله صحابی اصحاب پیامبر قبرشون جاست، عباد بن صامت، شداد بن اوس. بگذاریم که بیت المقدس گهواره نبوت هاست و چه پیامبرانی که از اونجا برخواستند و مسجد الاقصی قبلهشون بود، این همه دلالت بر برکت دینی بی از در این مکان میکنه. اما برکت دو نویش که عرض کردم، خدا سرسبزیشه، حاصل خیزیشه، بهتری میوه ها رو داره. و روایت شده که اولین کسی که پایگذاری مسجد الاقصی رو کرده یعقوب بن اسحاق بوده علیه السلام و علی نبی السلام. بعد از که ابراهیم اونو بنا کرده دوباره ایشون اونجا رو تأسیس کرد، اونجا رو دوباره درست کرده. و سلیمان علیه السلام، علیه و نبی السلام، دوباره تجدید بناش کرده. و بعد این اشکال وارد کردن برای که بانی بیت الحرام ابراهیمه و بانی مسجد الاقصا داوود فرزندش سلیمان بعدش، و در فاصله بینشون بیش از 40 ساله که در حدیث صحیح که ابو ذر روایت کرده، چون ابو ذر میگه من از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سوال کردم که فاصله بینشون چندی، فرمود که 40 سال. از این اشکال امام ابو جعفر طحاوی حنفی در شرح معانی آثار توضیح میده که
پای ریزی غیر از بنای سوال در حدیث از مدت دو تا پای ریزی است در از دو تا بنا احتمال داره که یکی اونی که اولین بار واضح پایه های مسجد الاقصی بوده بعضی از انبیا قبل از داوود بودند و قبل از سلیمان بعدا این رو بناش کردند. مهم اینه که مسجد الاقصی ارتباط محکمی به عقیده من شما داره و یادبودهای مهمی بر مسلمانان داره، محل عبادت، محل نزول و وحی و محل اسرای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و بدایت معراجش از اونجاست. تا اینجا توقف میکنم، انشاءالله که بقیه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد.